سلام علیکم، حالتون چطوره؟ به یه بنیز کیچن دیگه خوش اومدید. همونجوری که میدونید من تورنتو هم و اومدم پیش اعلی ساتور بوچری یه سری نکات گوشتی به همون بگه. امروز میخواد راجب گوشت بذار من خودم توضیح بگم. آره من تناتون میذارم یه سری نکات بهتون بگم. نه خودش یکی از قصاقای معروف ایران زمین هستش. آقا اولین چیز چرا آقا خانم اولین چیز همیشه چاقوتون تیز باشه. هر چقدر چاقوتون تیز تر باشه راحت تر زندگی میکنید تا کسی ارزت میکشیدش. نه هر چی تیز تر باشه به قول معروف فشار زیاد به دستتون نمیاد، زور نمیزنی و برای همینه که چاقوی کند هستش که دستو میبره. هی زور میزنید مثلا بره توی گوش ببره نمیبره، یه دفعه درد میره میبره. حالا ببخشید چونگی زیاد کردیم. گوشتا قسمت‌های مختلف داره در بدن حیوان، ولی چون به دلیل زیغ وقت من سریع کوچولوش رو یه قسمتش میگم، شاید قسمت‌های دیگه بهنام اومدش در تورنتو یا ما رفتیم میشه بهنام در جای دیگه دنیا قسمت‌های دیگه‌اش میذاریم. ببینید داشتم میگفتم که گوش قسمت‌های مختلف داره و هر قسمتش برای غذاهای مختلف برای کارهای مختلف استفاده میشه. برای مثال من دونه دونه میارم بهتون توضیح کوچیک میدم. این گوشت ماهیچه گوساله هست که اصطلاحاً حالا بهش خارجیش ویلچنک میگن، نمیدونم رتل میگن، نمیدونم حالا اسمای مختلف توی زبان فارسی میگن گل ماهیچه بهش میگن. خیلی 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 نرمه، چربی خیلی کمی داره. ببینید وقتی هم که به قول معروف میبریمش ببینید گوشتش خیلی کم چرب، یعنی چربی نداره. اون نقطه اون خطای سفیدی که توش هستش اونا آره چربیه که اینو وقتی توی خورش میپزین کمک میکنه به خوشمزه شدن گوشت و وقتی پخته شد دیگه چربی نمیبینید. برای اون گوشت خالص ماهیچه نه که برای تمام خورشتای بادمجون، خورش قرمه سبزی فیوریت من و همه خورشتای اینجوری میتونید از این ماهیچه استفاده کنید. خیلی 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 عالی میشه. معمولا برای قیمه اینو استفاده نمی کنن ولی برای اکثر غذا و حتی میتونید برای باقالی پلو که هم میتونید درسته بپزیدش، اسلو کوکش کنید آروم بپزه، هم هم میتونید که تو دیگه زود پز بکنم 20 دقیقه ای دستتون رو میکنید نیمه از اون ورده هم بیاد، هم هم میتونید مثلا دو تیکه سه تیکه یا از بوچرتون بخواید براتون کات کنید. این از ماهیچه. قسمت دیگه گوش، این یه قسمت از مغز رونه، یکی از قسمت‌های مغز رون. برای اینکه رون اینجا نه، همه جای دنیا قسمت‌های مختلف داره. ولی تو ایران کلاً تا اونجایی که من یادمه میگفتن مغز رون. اینجا اون مغز رونه تقریباً 7 8 قسمت داره. اینم یکی از گوشت‌های خیلی خیلی نرمه، بدون دیگه هیچی چربی وقتی خورد بشه و چون این گوشت نزدیک فیله قرار گرفته بهش تاپ سرلوین هم میگن. گوشت فولاده نرمیه، خیلی از رستوران ها اینو گوشت گاوشو برمیدن حتی استیک میکنن. توی کامیونیتی ما تو ایرانی ها چون خیلی همه چیزامون باید عالی باشه، حق به خودمون هست، معمولا یه مقدار برای کامیونیتی ما سفته ولی برای اون مثل فیله و راسته نمیشه، ولی برای خورشی خیلی عالیه، الیاف ریز داره. یه قسمت آخرش، حالا شاید بعدا بازم بیشتر بگیم، این گوشت برسکت یا زیر ایرانی شاید بشه سرشونه یا سرسینه، برحال این گوشتی هستش که اینو اگه پلویی، خورشتی، غیبه، هر چیزی بکنید گوشت بسیار خشکی هست و ریش ریش. من اینو اگه جلوی دوربین بگیرم آقای کارگردان، آقای فیلم بردار نمیدونم تو دوربین میبینن، ببینید تمام خطای گوشت رو حتی شما میتونید روی گوشت ببینید، در حالتی که برای مثال این رون من وقتی تو این دوربین
می‌بینی هیچ خطی تو این نمی‌بینی، برای همین چون الیاف نداره گوشتتون نرم میشه. اینو نگاه کنید، این اسمشو می‌بینید همه خطاست. حالا این گوشت به چه درد می‌خوره؟ این گوشتو غذاهایی مثل حلیم که میخواد میگید گوشتش کش بیاد، آش، یا براتون بگم که برای چرخ کرده هایی که میخواید مثلا همبرگر درست کنید، حتی چرخ کردش هم وقتی چرخش هم میکنید هنوز گوشته تو هم دیگه میره تو هم دیگه الیافش. و کسایی که مثلا همبرگر خونه میبرن گوشت میبرن درست میکنن بعد میگن همبرگر اون وا رفت، این وقتی برسکت البته با گوشتای دیگه معمولا مخلوطش میکنن برای همبرگر گوشت فوق‌العاده خوبیه، یا اینکه اسموکش میکنن و برای ساندویچ‌های مختلف. نمیدونم شب این فیلمو میبینید، روز میبینید، صبح میبینید، نصف شب میبینید، هر وقت دیدین اون حالتتون بخیر، مثل صبحتون باشه بخیر، ظهر بخیر، شب بخیر. من همینجور حرف میزنم، آقای بهنام خان یک نفس داره ابرو اینجوری میکنه، یعنی هلو. خب قبل از اینکه تموم کنیم سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره، سوالی نکته چیزی هم واسه آقای علا داشتید من در جا جوابتون میدم، اصلا کاری ندارم، در خدمت شما هستم. خودش جواب میده. من چون علا اسپانسر شده میخوام ازش تشکر کنم به خاطر ترشیایی که به ما هدیه داده، ولی خب من اینا نمیتونم ببرم. این ترشی ها فقط توی ساتور بوچری توی تورنتو به دست شما میرسه. چون چرا؟ آقای علا خودش را درست میکنه. ترشی پیاز، لیته است. این ترشی قارچه خیلی خوبه، ترشی تک خاصه، مثل بقیه چیزای ساتور دیگه، مثل لوگوی ساتور که این آقای خاص درستش کرد بعد از ماها. نه که این ها لفتش داده، نه اصلا از همون دقیقه اول شروع کردم به کار، ولی یه آدمی بود که همش اذیت میکرد دیگه قبول نمیکرد. به هر حال تموم شد، به اون قشنگی شد. این ترشی هم واقعا خاصه، اونایی که بردن خوردن میدونن دیگه. یعنی بیشتر به حالت این که نه که تبلیغ داره میکنه بیاد بخرید، که لذت ببرید ازش، اینجوریش بگید. خیلی داره صحبت میکنن، خودتون رو ببوسید، مراقب خودتون باشید، من ایشون رو ببرم باش کار دارم. خدا نگهدار. خدا حافظ.